آغاز معاملات آتی زعفران در بورس کالا، معاملاتی که در همین ابتدای راه با استقبال فعالان بازار زعفران روبرو شد. یه سری مشتریایی که ما داشتیم کشاورزها بودن، تولید کننده ها بودن، عرضه کننده های زعفران بودن، همشون خیلی استقبال کردن از این بازار. استقبالی که از امید فعالان بازار برای ایجاد شفافیت در خرید و فروش زعفران حکایت داشت. تمامی کسانی که خرید و فروش میکنن مشخص خواهند بود، کدهای معاملاتی معینی دارن و هر کسی حجمی که میتونه خرید و فروش بکنه قابل تنظیم هست، قیمتها قابل تنظیم هست، اطلاعات کامل هست. از این حیث میتونیم بگیم که بورس کالا و کلا بورس ها کمک میکنن که دلال ها نقششون کم رنگ تر بشه و بازار یک بازار منصفانه تری برای معاملات کلیه کالاها باشه. در این بازار تمامی افراد بالای 18 سال با داشتن مدرک تحصیلی دیپلم می توانند حضور داشته باشند. برای شروع مشتریان باید اقدام به کدگیری کنند که از همه کارگزاری‌ها در سراسر کشور می توانند این کار را انجام بدن. بعد از اینکه کدشون رو گرفتن می توانند از طریق سامانه آنلاینی که هر کارگزاری حالا به فراخور خودش روی شرکت‌های OMSی مختلفی هست استفاده بکنند و اقدام معامله بکنند. برای انجام هر معامله‌ای که با 60,000 تومان می توانند شروع بکنند. ایران 90% زعفران جهان را تولید می کند. و راه اندازی بورس معاملات زعفران می تواند کشور ما را به مرجعی برای تعیین قیمت جهانی این طلای سرخ تبدیل کند. قیمتی که در کشور ما برای زعفران مثلا الان حدود 6000 تومان قیمتی که است، در دنیا خیلی قیمت ها متفاوته و این اختلاف قیمت ما با دنیا عمدتا به خاطر اینه که ما به عنوان یک برند در دنیا متاسفانه تا الان شناخته نشدیم. امکان وجود خواهد داشت که ایران بتونه نقش آفرینی بیشتری در اثر این کالا داشته باشه و بتونه در بازار نقش موثرتری رو در کشف قیمت این محصول داشته باشه و مرجعیت قیمتی رو انشالله در جهان به دست بیاره. زعفران پس از پسته دومین محصول کشاورزی است که در بورس کالا عرضه می شود و به زودی قرار است خرما نیز به این بازار اضافه شود. با راه اندازی معاملات آتی زعفران در بازار بورس کالا، از این به بعد کشاورزان میتونن حاصل دسترنج خودشون رو به صورت مستقیم در این بازار عرضه کنن و اون رو با قیمتی که در این بازار کشف میشه به فروش برسونن.